با گرمترین سلام ها و درودها به شما هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، بحث و بررسی برنامه 360 درجه امروز رو به واکنش و ابراز وحشت شدید مقامات، مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا در مورد غیرقابل اصلاح بودن رژیم ولایت فقیه و لزوم کنار رفتن اون اختصاص دادیم. این ابراز وحشت‌ها در شرایطی است که رژیم تمام بوغ‌های تبلیغاتیش رو پر کرده از هیاهو درباره اقتدار نظام و قدرت منطقه‌ای. گزارشی رو در این مورد می‌بینیم و بعد به گفتگو در همین مورد خواهیم پرداخت. تلویزیون رژیم 20 تیر. وزیر دفاع آمریکا در سخنانی گستاخانه از تغییر نظام ایران سخن گفته، افزود برای آنکه روابط ایران و آمریکا برقرار شود باید نظام حاکم در ایران تغییر کند. ماتیس گفت با این حکومت تغییر رویه آنها بسیار بسیار دشوار خواهد بود. این مقام آمریکایی مدعی شد ایران کشوری دموکراتیک نیست. ماتیس از نفوذ منطقه ایران هم ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرد. جیمز ماتیس با گستاخی و بی‌شرمی تمام سخن از تغییر نظام و فشار بیشتر به نظام اسلامی می‌گوید. تا زمانی که مردم ایران از شر این دینسالاری و آدم‌هایی که می‌توانند به مردم بگویند کدام کاندیداها را می‌توانند انتخاب کنند خلاص نشود، اوضاع بسیار بسیار دشوار خواهد بود. وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه دیروز خود البته سعی کرد خط قدیمی و سوخته دولت مردان آمریکا برای الغای فاصله میان مردم و نظام را تکرار کند. صحبت‌های اخیر جیمز ماتیس نشان می‌دهد که دشمن در بیان دشمنی و کینه خود با ملت ایران و نظام اسلامی هیچ حد و مرزی حتی در چارچوب دیپلماتیک قائل نیست. وزیر دفاع کشورمون در واکنش به اظهارات ضد ایرانی وزیر دفاع آمریکا گفت این اظهارات شبیه هذیان‌گوییه. سخنگوی وزارت امور خارجه هم ضمن رد اظهارات ناسنجیده و بی‌اساس وزیر دفاع آمریکا به متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم تاکید کرد. تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه و جهان امروز ریشه در سیاست‌های ناسنجیده آمریکا در منطقه از کشورهای تروریست پرور منطقه و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی دارد. سایت متعلق به پاسدار محسن رضایی، تابناک، 20 تیر. وزیر دفاع آمریکا در اعلامیه ادعاهای خصمانه مقامات این کشور علیه نظام گفت که شرط برقراری رابطه مداوم و مثبت ایران و آمریکا تغییر نظام است. بهبود روابط میان رژیم ایران و آمریکا بسیار دشوار خواهد بود و هر گونه تغییر موضع برابر رژیم ایران بسیار دشوار است، چرا که این کشور دموکراسی واقعی ندارد. او همچنین با طرح ادعاهای خصمانه مبنی بر دخالت ایران در بحران سوریه و یمن، ایران را بزرگترین عامل برهم‌زننده ثبات در منطقه دانست. پیشتر نیز رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به تبعیت از سیاست‌های خصمانه و دیرینه ایالات متحده علیه نظام خواستار تغییر نظام کشورمان شده بود. سایت حکومتی الف، 20 تیر. وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه نادر با یک دانش آموز دبیرستانی: تهران به یمن موشک بالستیک داده، ایران به تنهایی بشار اسد را در قدرت نگه داشته، کنار آمدن سخت است، تنها باید ایران را تحریم کرد. سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان، 19 تیر. ماتیس با تکرار اتهامات قبلی مقامات آمریکایی علیه کشورمان مدعی شد ایران حکومتی است که نیروهایی مانند حزب الله لبنان را برای تهدید منطقه، قتل نخست وزیر سابق لبنان و قتل توریست های اسرائیلی در بلغارستان به کار می گیرد. خب، واکنش ها و ابراز وحشت رژیم از حرفای وزیر دفاع آمریکا رو دیدیم. اما این حجم از ابراز وحشت ناشی از چی هست؟ گفتگوی امروز ما با خسرو شکراللهی به همین مسئله اختصاص پیدا میکنه. سلام عرض میکنم خدمت شما و متشکرم از حضورتون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور خدمت همه بینندگان و هموطنان عزیز. بله، تو همین گزارش هم که الان پخش شد دیدیم که رژیم چه واکنش های دیوانه وار نسبت به حرفای وزیر دفاع آمریکا به اصطلاح از خودش بروز داد. چرا یک موضع گیری این همه واکنش ایجاد میکنه در رژیم؟ به دو دلیل. یکی اینکه خب
خود موضع‌گیری مهمی است. محتوای موضع‌گیری. در این موضع‌گیری صحبت شده از تغییر رژیم و این خود این محتوا محتوای مهمیه و واکنش رژیم رو برمی‌انگیزه. بله. و یکی هم سطح موضع‌گیری کننده که وزیر دفاع آمریکاست. و خب این هم خودش یک چیز مهمیه. مثلا فرض بکنید زیاد خب ممکنه محکوم بکنن سیاست‌های آمریکا رو، اشاره کنن یا مثلا نمایندگان کنگره یا سناتورها مثلا میگن عقیده ما در مورد این سیاست اینه، ولی وقتی وزیر دفاع که خودش یکی از اعضای تیم امنیت ملی، یعنی جزء اون تیمی که سیاست‌های دولت آمریکا رو تعیین می‌کنه، میاد و همچین حرفی میزنه که خب این اهمیتش معلومه و همین هست که باعث میشه که رژیم اینطوری نسبت بهش واکنش نشون بده. درسته. حالا آیا نمیشد مثلا به جای این همه هیاهو که معمولا رژیم نسبت موضوعات مهم میکنه هیاهو ایجاد میکنه، حلش و واکنش دیوار بر میگیره، مثلا وزارت خارجه رژیم یک موضوع رسمی میگیره، نمیشد اینطوری وارد شه و اینطور باشه؟ خب من فکر کنم بعد سوال درستی باید از رژیم رو پرسید تا به جواب بده، چون که خب یک رژیمی که مدعی هست که این همه قدر قدرت هست و این روزها هم که اصلا میگه ما بودیم که موسر رو آزاد کردیم در عراق و همچین جایگاهی رو وانمود میکنه، خب چرا برای یک موضع‌گیری این همه سر صدا را میندازه؟ پس معلوم میشه اون ادعاهای پوشالیه و یک چنین موضع‌گیری که مثلا میاد میگه که تغییر رژیم وزیر دفاع آمریکا، خب این نشون دهنده این است که رژیم ببینید چقدر بی ثباته و چقدر ضعیفه که چنین موضع‌گیری به چنین واکنش‌های ناچارش میکنه. این یک نکته. بله. نکته دیگه، ببینید وقتی حرف تغییر رژیم و سرنگونی میشه، خب این در واقع از اونجایی که مسئله اصلا رژیم، مقاومت ایران میگه رژیم در این دوران سرنگونی به سر میبره، وقتی همچین حرف میزنه و همچین حرف مطرح است و وزیر دفاع آمریکا میاد چنین حرفی جمله ای رو میگه، خب این معلومه که خورده به خال، یعنی دقیقاً دست رو جای هدف خورده این جمله و این چنین است که واکنش های رژیم رو برمیگردونه. و شما در نظر بگیرید که فقط صحبت های وزیر دفاع آمریکا هم که نبوده، این یک حلقه از یک زنجیر هست. من 25 خرداد ما وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون اومده بود حرف مشابهی میزد و میگفت که ما خواهان هستیم که رژیم ایران به شیوه مسالمت‌آمیز تغییر بکنه. بله. یا مثلا فرض بکنید جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنرانیش در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، اون هم چنین حرفی میزد و برای این مسئله انگشت میگذاشت که رژیم باید تغییر بکنه. بنابراین اگه شما این زنجیره ای از موضع گیری هایی رو که عرض کردم بهش نگاه بکنید، میبینید حتی محدود به این هم نمیشه، خود ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی، این هم حرفایی که میزنن تقریبا در همین چارچوبه و یک همچین راستایی رو نشون میده. بنابراین میتونیم بگیم که چقدر این موضع‌گیری ها دقیقا گذاشته انگشت میگذاره و سمت و سو داره در اون جایی که پاشنه هاشیل هیولاست، یعنی سرنگونی و وضعیتی که رژیم باش رو به رو هست. درسته. ببینید این که شما الان اشاره میکنید که موضع‌گیری های زنجیره‌ای، حتی بله، اسم بردین از مقامات و سفیر آمریکا در ملل متحد و نیکی هیلی و اینا، افرادی که الان هم مسئول هستند در آمریکا و موضع این چنینی میگیرن، اما این که هنوز تبدیل به سیاست نشده که هر چقدر هم که تعداد زیادی موضع گیری باشه از مقامات بالا، یک سیاست رسمی که نشده، برای چرا رژیم اینقدر واکنش داره؟ درسته. برای اینکه یک مثلا یک برداشت، یک فهم تبدیل به یک سیاست بشه و بعد یک سیاست مراحل اجراییش رو طی بکنه و به مرحله عمل برسه، خب طبعا زمان زیادی طول میکشه. الان دولت ترامپ 6 ماه سر کار هست، ولی نگاه بکنید فکر کنم رژیم آخوندی به خوبی از روی این جهتگیری ها میتونه سمت و سو رو حدس بزنه. مثلا فقط محدود به این نیست، نگاه کنید تحریم های سنای آمریکا که این هم بخش مهمی از این سیاستی که داره شکل میگیره. شما میگید که هنوز سیاست نشده، اگه بخواد تبدیل به سیاست بشه باید این مراحل رو طی بکنه. بله. اما شما ببینید تحریم های سنای آمریکا که حتی دولت آمریکا هم گفته اگر این تحریم ها در سنا هم در کنگره هم تغییراتی بشه، ما سیاست تحریم خودمون رو علیه رژیم به کار خواهیم بود. یا مثلا همین اظهارات وزیر دفاع، همین امروز دوباره من یک موضع گیری خونده بودم
که میگفت همین آقای متیس که اصلا رژیم ایران در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان دست داره. بله. ببینید خب پس اینا معلوم میشه که اجزای یک سیاستی که اینطوری گرد هم داره میاد که به یک سیاست به قول شما بالغ بشه و به مرحله اجرایی برسه و خب این رژیم به خوبی سمت و سو رو میگیره و اینطوری واکنش نشون میده. درسته. من تو سوال دومی که ازتون کردم شما تو پاسخش یه جا گفتید که این موضوعگیری به خال خورده. منظورتون میتونید خود باز کنید منظورتون چیه این موضوعگیری؟ خب این من منظورم که این برمیگرده به وضعیتی که رژیم درش قرار داره، برخلاف وضعیت رژیم در داخل کشور. در شرایط انفجاری که جامعه ما هست و فکر میکنم رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین گرد همایی بزرگ و مقاومتان در دهم تیر در پاریس روی این موضوع انگوش گذاشته و اجازه بدید من حقایقی رو که خانم رجوی روش انگوش گذاشتن رو بگم روی سه موضوع. یک، ضرورت سرنگونی این رژیم، یعنی گفتن که این وضعیتی که الان رژیم آخوندی توش هست و جامعه بین المللی و همین اظهار نظرهایی که ما الان به بحث در موردش نشستیم گفتن سه حقیقت رو در مورد رژیم اثبات میکنه. یک، اینکه ضرورت سرنگونی رژیم. دو، اینکه این سرنگونی در دسترس هست. همین اظهارات باز هم همین رو نشون میده که خب پس معلوم میشه این سیاست سیاست قابل پیاده کردنیه. وقتی که از یک طرف می‌بینیم سنای آمریکا، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس جمهور آمریکا، نماینده آمریکا در سازمان ملل میان و این مطرح می‌کنن بحث سرنگونی، معلوم میشه که خب پس این در دسترسه. یعنی هم ضرورت سرنگونی و هم در دسترس بودن این به اثبات رسیده. و همینطور خانم رجوی گفتند وجود یک آلترناتیوی که می‌تونه این سرنگونی رو محقق بکنه. جالب بود همین تلویزیون رژیم وقتی داشت این گزارش حرفای وزیر دفاع آمریکا رو دیشب پخش می‌کرد به صورت خیلی بی‌قافیه چیزی میگفت در مورد صحبت‌های روهرا باکر یکی از نمایندگان کنگره آمریکا، این رو پخش می‌کرد که توی اون آقای باکر داشت تاکید می‌کرد بر ضرورت پشتیبانی از مقاومت ایران. بنابراین رژیم میاد اینها رو خودش این قطعه این شما میگید چرا همش چیز میکنه، رژیم خودش به خوبی اینا رو کنار هم میچینه و تصویر کلیتر رو ارائه میده و نشون میده که به خوبی رژیم تهدید رو احساس میکنه و میدونه که ماجرا و این سیاست از چه قراره. درست. خیلی تشکر میکنم از اینکه در گفتگو شرکت کردید و به سوالاتون پاسخ دادید.